سلام رفقا، چه خبر ها؟ این ویدیویی که دارید میبینید در مورد اتفاقات و حواشی دنیای کشتی کجه. پس قبل از شروع ویدیو رو لایک کنید و اگه تازه با کانال من آشنا شدید روی دکمه سابسکرایب بزنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید. شرکت TKO در بیانیه مطبوعاتی اعلام کرده که قرار وینس مکمن حدوداً 8.4 میلیون دلار از سهام 28 میلیون دلاری تحت اختیارش رو بفروشه. این سهام توسط شخص وینس مکمن به فروش میره و TKO توانایی دخالت نداره. طبق گزارش کمیسیون بورس، آری امانوئل و مارک شاپیرو قصد دارن هر کدوم 1 میلیون دلار و ما بقیه مدیر عاملان شرکت اندبر 850 هزار دلار از سهام وینس مکمن رو خریداری کنن. وینس مکمن با خصوصی سازی سهامش باعث شده سهام TKO در مسیر نزول قرار بگیره و از زمان تشکیل روند مثبتی رو شاهد نباشه و این ضرر حدوداً 5-6% اعلام شده. جالبه بدونید TKO در گزارش مالی جدیدی اعلام کرده حضور وینس مکمن در هیئت مدیره این کمپانی باعث شده که این تشکیلات در معرض تبلیغات منفی و یا اثرات نامطلوب مالی و عملیاتی قرار بگیره. در مجموع حضور وینس مکمن در TKO در حال کمرنگ شدن و طبق گزارش CNBC فروش سهام وینس مکمن میتونه به معنی خروجش از کسب و کار خانوادگیش یعنی رسلینگ انترتینمنت باشه. جان سینا به دلیل اعتصابات هالیوود حدوداً 2 ماه در WWE حاضر شد که در نهایت در کراون جول در مقابل سولو سیکوآ قرار گرفت و شکست خورد. در روز چهارشنبه 8 نوامبر به صورت رسمی اعلام میشه که اعتصابات هالیوود بعد از 118 روز به پایان رسید و بازیگرا میتونن به پروژه‌هاشون برگردن و روند ساخت این پروژه دوباره شکل گرفته. جان سینا قبلا گفته بود که بعد از پایان اعتصابات به هالیوود برمیگرده و اتفاق دور از انتظاری شاهد نمیشیم، اما جان سینا در توییتی خبر از جراحی دستش داده که به زودی اون یکی دستش هم جراحی خواهد شد. جای تعجب اینجاست که دلیل جراحی دستای جان سینا مشخص نشد. کمپانی WWE در بیانیه به صورت رسمی اعلام کرده که قرارداد 5 ساله‌ای برای پخش شوهای NXT با شبکه CW امضا کرده و این اتفاق از اکتبر 2024 خواهد افتاد. منبعی نزدیک به این معامله اعلام کرده ارزش این قرارداد برای کمپانی WWE چیزی حدود 20 تا 25 میلیون دلار در ساله و این اولین باره که شو NXT قرار از شبکه تلویزیونی غیر کابلی پخش بشه، یعنی میتونید اپش رو دانلود کنید و شروع رایگان ببینید. نیک خان رئیس کمپانی WWE در رابطه با این قرارداد گفته شبکه CW تا یه سال گذشته با برنامه ورزشی زنده‌ای که پخش کرده حرکت‌های چشمگیری انجام داده و آوردن NXT به CW یک فرصت واقعا هیجان انگیز برای گسترش مخاطب‌های این شو به شمار میره. تو شو اسمکداونی که گذشت کوین اوونز به طور ویژه جای کوری گریوز حاضر شد که دلیل این اتفاق این بود که بچه کوری گریوز و کارملا به دنیا اومده. این خبر رو کارملا توی اینستاگرام منتشر کرد که اسم پسرشون هم گذاشتن دیمیتری پال پولینسکی. اگه یادتون باشه کارملا قبل این اتفاق با مشکلات ناراحت کننده دست و پنجه نرم کرد، اما الان به نظر خوشحالترین مادر روی کره زمین. به تازگی BWE در گزارشی اعلام کرده CM Punk که به زودی قراره با برخی از اعضای هیئت مدیره WWE برای بازگشت به این کمپانی تماس بگیره و در بک‌استیج هم احساس میشه که بازگشت پانک نزدیکه. این گزارش BWE سریعا توسط فایت فول رد شد و فایت فول اعلام کرد برخی از نزدیکان پانک این گزارش رو رد کردن. همچنین از برخی تابستارا و اعضای تیم کریتیو راجع به بازگشت پانک پرسیدن که اونا گفتن فعلا خبری از پانک نیست. دیو ملزر هم در گزارش شایعات بازگشت پانک به WWE رو تکذیب کرد و گفت تیم کریتیو WWE هیچ چیزی در رابطه با بازگشت پانک نشنیدن و برخی از افراد مهم کمپانی که از سورپرایزهای مثل بازگشت کودی رودز در رسلمنیا با خبر بودن گفتن که هیچ چیزی در رابطه با CM Punk نمیدونن. پس احتمالاً پانک قرار نیست در سروایور سریز برگرد.
هرچی که به سروایور سریز امسال نزدیکتر میشیم، شایعات بازگشت سی ام پانک به WWE کمرنگتر میشه. تو چی فکر میکنی؟ به نظرت پانک به WWE برمیگرده و خبرگزاری ها فقط میخوان چبرا بدن؟ آیا شینسکه ناکامورا با تمام اشارهایی که در شو به پانک کرد فقط ما رو سرکار گذاشت؟ چرا پانک جدیدن زیر پست گریسون والر بوس فرستاده؟ یا بیلی عکسی از خودش با ای جی لی منتشر کرده؟ مات ریدل کشتیگیر پرهاشیه به اونلی فنز پیوست. ریدل تو شبکه‌های مجازی پستی رو منتشر کرده که دارید میبینید و نوشته تقریبا قرارداد 90 روزش بعد اخراج از WWE رو به اتمام و نظرش اینه که استارت کار خودش رو توی اونلی فنز بزنه. ریاکشن رندی اورتون به این اتفاق باید جالب باشه. این بود اخبار دنیای کشتی کج. دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و مرسی از دموبی تیکر بابت حمایت مالی. بریم که صدا تو داشته باشیم. سلام باش، خوبی رایی؟ چه خبر؟ آقا میگن که سی ام پانک میخواد بیاد، درست یا نه؟ و اینکه رندی کی برمیگرده؟ سلام عزیز، هیچ چیز دقیق مشخص نیست ولی به نظر میاد برای سروایور سریز پیش رو سورپرایزی در نظر گرفته باشن. مرسی از دونیتت. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارشو فعال کنید و این امکان وجود داره که از طریق سایت raymeet.ir/thegamedrupal6 دونیت کنید و تا ویدیوی بعدی خوشخبر باش. اطلاعی ندارم.